چون پرواز می کنم بیش از مردان دیگر می خندم. به بالا نگاه می کنم و بیش از دیگران می بینم. من می دانم احساس ابرها چگونه است وقتی آبی آسمان در دامن من قرار می گیرد. نگاه به پایین دیدن پرندگان. احساس آزادی در چیزی است که استیک خوانده می شود. چه کسی جز من می تواند میان امواج پای خدا را بشکافد و احساس کند که می خندد و با پای او برخورد می کند. چه کسی جز من قله های فد نشده را دیده است و اسرار رنگین کمان را و دلیل واقعی آواز پرندگان را چون پرواز می کنم به هیچ کس بر روی زمین رشک نمی برم سرهنگ خلبان سمد بالازاده به نام خدا با سلام خدمت بینندگان گرامی لطفا مثل همیشه با لایک و کامنت مشوق ما در ساخت ویدیوهای بعدی باشید پنج ساله بودم که پدرم از دنیا رفت مادرم میگفت در غم مرگش اونقدر بیتابی کردم که مجبور شدن منو زودتر از موعد به مدرسه بفرستن تا شاید سرگرم بشن مدرسه دولتی بزمید در روستای شاه حدود یک کیلومتر با روستای ما فاصله داشت تمام راه هم سربالایی بود یه رودخونه هم درست بین دوتا روستا جاری بود جسته ضعیفی داشتم و نمیتونستم تنهایی به مدرسه برم برادرم هر روز ساعت هفت و نیم صبح منو با اسب به مدرسه میبرد و ساعت چهار بعد از ظهرم میومد دنبالم مدرسه من از فکر مرگ پدر بیرون آورده بود من هفتمین پسر خانواده بودم دقیق به خاطر دارم وقتی هنوز پدرم از دنیا نرفته بود یکی از برادران به نام عیسی رانند کامیون بود تا کلاس پنجم در همون مدرسه بودم تا اینکه برادرم داوود خواست تا برای ادامه تحصیل پیش اون به اردبیل برم داوود ستوان نیروی زمینی ارتش بود و تازه ازدواج کرده بود و در خونه پدریمون در محله معمار اردبیل زندگی میکرد برای کلاس ششم منو در مدرسه شاه اسماعیل در محله قردینگ ثبت نام کرد کار زندگی داوود روی نظم و نظام بود یه روز قبل از شروع سال تحصیلی گفت ده دقیقه قبل از زنگ مدرسه از خونه خارج میشی و ده دقیقه بعد از زنگ مدرسه هم باید خونه باشی سال اول متوسطه رو به دبیرستان صفوی رفتم اون موقع ها اول خورداد مدرسه ها رو در روز تعطیل میگردن تا خودمون رو برای امتحانات آماده کنیم داوود منو با خودش جلوی پادگان برد و گفت قدم بزنم و درسامو دوره کنم بعد از پایان ساعت کارشم هم با هم به خونه برمیگشتیم اون روزا تازه داشتن خونه های سازمانی پادگان اردبیل رو می ساختن. سال دوم متوسطه تموم شده بود که داوود رو به خوزستان منتقل کردند و من مجبور شدم پیش برادرم کریم که در مهاباد از درجه داران ارتش بود برم. کریم اجاره نشین بود. صاحب خونه یه پسر همسن و سال من داشت و برادر زادم هم چار پنج سالش بود. برای خرید نوم با پسر صاحب خونه و برادر زادم می رفتیم بیرون. چون تازه وارد بودیم بچه های محل مطلق می و گیر میدادن. کریم گفته بود با کسی دعوا نکنم مطلب در این قسمت زیاد و باعث طولانی شدن ویدیو میشه همینقدر بگم که خربان بالازاده از اون بچههایی بود که هرگز پیش کسی, کسی کم نمی آورد و زیر بار حرف زور هم نمی رفت. پهلوی تنها دبیرستان مهاباد بود که من یه سال تحصیلی رو اونجا خوندم آخرهای سال تحصیلی کریم به سراب منتقل شد و بعد از قبولی من در امتحانات به سراب رفتیم برادر دیگرم به نام جهان بخشم از درجه پادگان سراب بود و چون بزرگتر بود به خونه اونا رفتم. سال چهارم متوسطه رو در سراب گذروندم و برای سال پنجم تنهایی اومدم اردبیل خونه خودمون و دوباره به دبیرستان صفوی رفتم. چون تنها بودم دیگه زیاد به درس اهمیت نمیدادم. خونه برام بزرگ بود. به خاطر همین یه طرف خونه رو به یه خانواده اجاره دادم تا خرج مخارج خودم و از کرایه خونه در بیارم. تنها بودم و تفریح و گشت و گذار باعث شد سال پنجم متوسطه رو رد بشم سال بعد خوندم و قبول شدم تو سال آخر تمام هوش و حواسم به کار بود به خانواده گفته بودم دوست دارم یا چترباز بشم یا خلبان برادرام چیزی نمیگفتند ولی وقتی داوود به مرخصی می اومد می گفت یا باید به دانشگاه برم یا سراغ یه کار دیگه به هر طریق بود در شهریور سال 1351 دیپلم ریاضی رو گرفتم بعد از اینکه دیپلمم رو گرفتم تو روزنامه خوندم که ارتش استخدام می کنه. شبانه خودم رو با اتوبوس به تهران رسوندم و به خونه داییم رفتم دایره استخدامی نیروی هوایی ارتش در خیابون خاکی تهران نو شبانه روز باز بود صبح به اونجا رفتم و سبت نام کردم معاینات پزشکی شروع شد همه رو پشت سر گذاشتم تا به معاینت چشم رسیدم دکتر آزمون میخواست تابلوی علائم رو بخونیم موفق بودم و بدون اشتباه اما در مرحله دوم امتحان که دید در شب بود و شناخت رنگ ها، نتونستم خوب جواب بدم و مردود شدم از روی ناچاری برای همافری ثبت نام کردم و در امتحانات قبول شدم گفتم باید از دبیرستان گواهی حسن اخلاق بیاری اومدم اردبیل پیش آقای غفارزاده که مدیر دبیرستان صفوی بود گفت برای کجا میخوای گفتم ارتش سرش تکون داد و گفت غیر از آتشدان ارتش در هیچ آتشدان دیگه نمیسوزی خلاصه بهمون لباس دادن تا اندازه کنیم و فردا صبح جلوی پادگان باشیم پادگان آموزشی هموفری و خلبانی یه جا بود و فقط مکانمون کمی با هم فاصله داشت روزهای اول آموزشی خیلی سخت شروع شد همون روز اول اونقدر ما رو دووندن که هر چی خورده بودن بالا آوردن از اول صبح تا بعد از ظهر چپ و راستمون میکردن زمان آموزش که تموم میشد رو تختام میافتادیم و میخوابیدیم 15 روز بعد اولین مرخصی صادر شد روز بعد که به گروهان اومدم دیدم چند نفر برنگشتن آموزشگاه هامافری قسمت فنی نیروی هوایی بود ولی چون سیستم آموزش ما آمریکایی بود باید کلاس های زبان انگلیسی رو هم پشت سر میذاشتیم. کلاس زبان ساعت هفت صبح شروع می شود تا ساعت دو بعد از ظهر. هم استاد ایرانی داشتیم هم استاد آمریکایی. همزمان با شروع کلاس های زبان در کلاس کاراته آموزشگاه هم ثبت نام کردم. نسبت به بعضی از همدوری ها هم جسورتر بودم و هم هیکل خوبی داشتم. همیشه سعی می کردم حق خودم رو بگیرم و جلوی این و اون کم نیارم. برای همین منو به عنوان ارشد آسایشگاه انتخاب کردم. از بین بچه های دوره با علی مقدس انگیزان خیلی دوست بودم و هوای همو داشتیم علی بچه قوچان بود و قهرمان بکس مشهد همون اوایل متوجه شدم همافری اون چیزی نیست که دنبالش هستم اما سردوشی گرفته بودم و وارد دوره شده بودم و هر کس که وارد دوره میشد باید اونو ادامه میداد وگرنه هم سابقه خدمتیش خراب میشد و همین که برای انصراف باید خسارت پرداخت میکرد تیر ماه 1352 تصمیم گرفتم هر طور شده از همافری بیرون بیام اما باید کاری میکردم که نه سابقم خراب بشه و نه خسارت بدم رفتم از قدیمی ترها پرسجو کردم گفتن هر کسی در دوره سی نمره منفی بگیره خود به خود اخراج میشه روزای آخر تیر یه سرگروبان تبریزی به گروهانمون اومد یه روز دیدم با دوستم مقدس انگیزان داخل آسایشگاه بگومگو میکنه سرگروبان با زنجیر تو دستش یه ضربه به گردن علی زد رفتم جلو گرفتمش زیر مشت اونم رفت گزارش داد فرمانده گروهان پنج روز برام زندانی نوشت این کارم هر چند ناخواسته بود ولی برام چند نمره منفی آورد یه سرگروبان داشتیم که ارشد گروهانم بود ساعت نهونیم شب وارد آسایشگاه شد دید یکی داره ضرب میزنه یکی داره آواز میخونه خلاصه آسایشگاه حسابی بلبشو بود اومد من سرم داد زد که تو چه جور ارشدی هستی مگه ساعت نه خاموشی نیست اینا چرا هنوز نخوابیدن گفتم بی خیال بابا هنوز برای خوابیدن زوده یه دفعه از پشت یقم و چنگ زد و منو مثل یه بچه بلند کرد پرزور و قد بلند بود منو کشون کشون برد و فرو کرد لای لباسهای رختآویز یقم و مکم گرفته بود و کاری نمیتونستم بکنم گفتم ولم کن بریم بیرون ببینیم چی میگی همونطوری منو برد بیرون تا پام به زمین رسید برگشتم و دو تا ضربه به شکم و سرش زدم که بیهوش شد فکر کردم مرده بچه ها با هر بدبختی که بود به هوش آوردنش وقتی به هوش اومد بدون اینکه چیزی بگه پا شد صبح روز بعد فرمانده گروهان برای بار دوم پنج روز زندانی برام نوشت برگر رو به دست همون سرگروبان داد و گفت خودت به زندان تو راه بازداشتگاه بهش گفتم یا منو برگردون یا بیرون اومدم کار تمومه چند لحظه فکر کرد و گفت برگرد رفتیم پیش فرمانده و گفت قربان من از شکایتم صرف نظر کردم و بخشیدمش اگه میشه شما هم گذشت کنید خلاصه شانس آوردم و زندان نرفتم ولی باز چند نمره منفی تو پروندم درد شد یه منشی فرمانده گروهان داشتیم که خیلی چاپلوسی فرمانده رو میکرد از اینکه اینقدر خودش رو حقیر میکرد ازش بدم میومد یه روز بعد از ظهر جلوی محوته نگهبان بودم از دفتر اومد بیرون و چند تا برگه دستش بود تا منو دید برگه ها رو به طرفم دراز کرد و گفت اینا رو ببر بده فلان گروهان رو برگرد گفتم سر پستم و نمیتونم پستم رو ترک کنم تا داشت بالا ببره یقش رو گرفتم و حسابی حالش رو جا آوردم اونجوری پنج نمره منفی دیگه به پروندم اضافه شد موقع امتحانات زبان شد تستی بود همه رو اشتباه زدم و رد شدم به هم فرصت دادن یه بار دیگه امتحان بدم بازم همون کارو کردم و دوباره رد شدم فرمانده گروهان گفت تا حالا دو بار رد شدی 28 امتیاز منفی هم داری اگه این بار نمره نیاری رد میشی یا فرمانده از چیزی خبر نداشت ولی من دنبال رد شدن بودم از شانسم همون روزا نیروی هوایی آگاهی داده بود که هر کسی میخواد خلبان بشه میتونه بره امتحان بده. دوباره اسم نوشتم اما این بار دیگه اون بالازاده خجالتی دوره اول نبودم و دیگه از زنای پرستار خجالت نمیکشیدم. کشیدم. معاینات رو در عرض سه روز تموم کردم. امتحان زبان رو هم قبول شدم. در هنگ تاجور فرمانده دانشکده خلبانی بود به قبول شده ها نامه داد و گفت لباساتون اندازه کنید و دو روز بعد برگردید دو روز بعد با لباس دانشجویان خلبانی وارد دانشکده شدم حدود ده صبح به گروهان 21 رفتم تا وسایلمو بردارم و با بچه ها کنم یه دفعه فرمانده گروهان مچ دستم و جلوی گروهان گرفت منو به اتاقش برد و گفت مگه اینجا گد زنبورکونه است این مدت کجا بودی گفتم قربان من در امتحانات و ماینات خلبانی قبول شدم پروندهمو گرفت و باز کرد گفت 28 نمره منفی داری و هنوز سی نشده نمیتونی خلبان بشی خلاصه منو پیش فرمانده هنگ برد و نتیجه این شد که گفتم باید همینجا بمونی و نمیتونی به خلبانی بری یاد سربان جمعنش افتادم دوست برادرم داوود رئیس بازرسی مرکز آموزش های هوایی به بازرسی رفتم با سوتوانی که دفتردارش بود صحبت کردم آشنایی داد و گفت اردبیلیه وقتی مشکلمو گفتم گفت بشین تا یه راه حل پیدا کنم کمی بعد گفت در دفتر گروهانتون چی دارین گفتم یعنی چی گفت مثلا مایتابه هیتر برقی سماور قبلمه گفتم هر چی که بخوای پیدا میشه گفت باشه تو برو من فردا میام و همه چیزو درست میکنم صبح روز بعد وقتی از میدان صبحگاه برگشتیم دیدم هر چی تو دفتر گروهان بود جلوی در گروهان جمع شده فرمانده گروهان به سطوان اردبیلی گفت جناب سروان این چه کاریه ما با هم از این حرفان نداریم خوبیت نداره هنوز دستور آزاد باش نداده بودن و همه داشتن نگاه میکردن. سطفان گفت قانون قانونه ولی بعد دستش رو گرفت و برد اون طرفتر رو کمی با هم حرف زدن و بعدش سطفان رفت. فرمانده گروهان دستور آزاد باش داد و سر منشی داد زد زود باش وسایل ببر تو. بعدش به من اشاره کرد که دنبالم بیا. رفتم. غرولند کنان نامه تصویر رو نوشت و داد دستم. منم سریع از همه خداحافظی کردم و رفتم دانشکده خلبانی که حدود 150 متر اون طرفتر از گروهان ما بود. خلاصه به جمع دانشجویان خلبانی رفته بودم و به آرزوم رسیدم ولی تازه این اول راه جناب بالازاده بود ماجراهایی که شاید باورش سخت باشه و در ادامه خواهید شنید امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه خدا نگهدار